آیا روزنامه نگار ممکنه که بدون دروغ گفتن هم به گمراه کردن مخاطبان خودش بپردازه؟ چطور برخی رسانه ها با ارائه جهتدار اخبار حتی صحیح افکار عمومی رو فریب میدن؟ چطور میشه با تفسیر جهتدار داده ها فرضیه های خیالی یا نظریه های توطئه رو اثبات کرد؟ چطور ممکنه با بازی با اعداد و آمار حتی غیر ساختگی تصویر غیر واقعی از حقیقت رو به مخاطبان ارائه داد؟ اینها سوالاتی هستند که آقای حسین باستانی در جلسه چهارم دوره روزنامه نگاری فکت محور و روزنامه نگاری شهروندی به اونها میپردازن. با هم دیگه ادامه این جلسه رو میبینیم. سوالی که داشتم اینه که خب مثالایی که شما زدین اکثرا در مخصوصا اشتباهات ادبی که صحبت کردین تو کشورهایی مثلا بود که بیشتر خب مردم زیاد مثلا با اعداد خوب سر و کار ندارن یا خیلی راحت فریب میخورن یا این دقت رو ندارن یا مثلا نقادی اونقدر وجود نداره، چقدر این مثالا مثلا توی کشورهای دیگه اتفاق میافته؟ مثلا مخصوصا جایی که رسانه قدرتمنده مثل آمریکا، مثل اروپا که رسانه انقدر رقابت توش بالاست، از گروه های مختلف با سرمایه های مختلفی دارن کار میکنن و خیلی براشون دقت و اینجور چیزا مهمه. درسته. ما در این دوره به مطبوعات کشورهای غربی هم اشاره زیاد خواهیم کرد. مثال های خیلی زیادی وجود داره. البته خب ببینید بعضی از موارد هستش که شما میتونید این موارد رو حتی بهش شک کنید که آیا کسی اشتباه کرده یا اینکه کسی میخواسته به اشتباه بندازه از قصد. حتی در مطبوعات غرب هم این دیده میشه، یعنی بعضا شما میبینید که چیزهایی مطرح میشه که شک میکنید که واقعا موضوعی بوده که خود رسانه در موردش به جنبندی کافی نرسیده و اون رو منتشر کرده، یا اینکه شاید کسانی روزنامه‌نگارانی علاقمند بودن که افکار عمومی رو گمراه بکنن، مخصوصا در زمانهایی که رقابت‌های سیاسی اوج می‌گیره. شما این اتفاقات رو در رسانه‌های غربی هم زیاد می‌تونید ببینید. اتهاماتی که مطرح میشه پای اساس نداره، ادعاهایی که مطرح میشه، تفسیرهایی که از آمارها و عملکرد عنوان میشه. ولی اجازه بدید که من برای اینکه نمونه های ملموستری تو ذهنمون باشه چند تا نمونه‌ای که حالا البته عمدتا ما تو از جلسه بعد به سراغ اینها میریم، ولی چند تا نمونه‌ای که به هر حال به مطبوعات انگلیس مربوط میشه، یعنی بریتانیا مربوط میشه، رو الان هم مطرح بکنیم. میگم البته از جلسه بعد تا آخرش ما بیشتر روی همون مثال ها متمرکز خواهیم بود، اگرچه مثال های باز مربوط به ایران یا کشورهای مثل ایران هم وجود خواهند داشت. سیستم بهداشتی بریتانیا، یعنی بهداشت سراسری بریتانیا که اصطلاحاً اسمش از NHS یعنی National Health System، این به حالی که از دستاوردهای بزرگیه که بعد از جنگ جهانی دوم همیشه در معرض بحث‌های مختلفی بوده. خب یک سیستم بهداشت عمومی هستش که افراد رو پوشش میده و خب خیلی تفاوت ایجاد میکنه نسبت به مثلا وضعیت جایی مثل آمریکا که واقعا بهداشت سراسری و بیمه سراسری یک معضل بزرگ است. افراد با هر سطح درآمدی به هر حال میتونن ازش استفاده کنن، اگرچه همیشه هم در مورد کیفیتش و در مورد تفاوت کیفیتش در سالهای اخیر مخصوصا بعد از اینکه مخصوصا بحران اقتصادی گسترش پیدا کرده بحث زیادی بوده. اما در سال 2006 یک خبر در رسانه‌های بریتانیا به صورت گسترده باعث جلب توجه افکار عمومی میشه و اونم این بوده که NHS در اون زمان 1 میلیارد پوند کسری بودجه پیدا کرده، یعنی در همون زمان در واقع در سال 2006. تیترهایی که در اون زمان خیلی از روزنامه‌ها انتخاب میکنن یا حتی شیوهی که در خیلی از شبکه‌های تلویزیونی پوشش داده میشه به این داستان، شیوه نگران کننده ای بوده، یعنی میرفته دورور این که خب این سیستم بهداشتی عمومی که سلامت هم بهش بستگی داره سیستمی که ممکنه که در حال ورشکستگی باشه، به هر حال مجموعه زیادی از نگرانی در سطح افکار عمومی ایجاد میشه به این خاطر که خب طبیعتا بحث بهداشت و درمان مطرح بوده، یعنی چیزی که همه باش سر کار داشتن و از قضا
خب در همون زمان هم ایرادهای زیادی بهش وارد بوده. در نتیجه خب افراد فکر میکنن که وقتی که این سیستم که همین حالش هم خیلی مشکل داره داره به سمت ورشکستگی میره، ما چه وضعیتی پیدا خواهیم کرد؟ نکته عجیب اینه که تمام رسانه‌هایی که به صورت گسترده راجع به این خبر اطلاعاتی نگران کننده میدن، تیترهای نگران کننده میزنن، افرادی میان اظهار نظر میکنن و خب تو این اظهار نظرها طبیعتاً به هر حال ملاحظات سیاسی هم دخیل بوده. یعنی شما در بریتانیا در اون زمان در اپوزیسیون دولت هستی، طبیعتاً استقبال میکنید از این اطلاعات برای اینکه بگید دولت در بخش مهمی مثل بهداشت و درمان دولت بریتانیا خوب عمل نمیکنه. هیچ کس این سوال رو از خودش نمیکنه که 1 میلیارد پوند چقدر بزرگه، چرا مهمه اصلا این رقم؟ 1 میلیارد عدد بزرگیه، 1 میلیارد پوند قطعا عدد بزرگیه، ولی واقعیت این بود که اون عدد عدد بزرگی در مقیاس بودجه سالانه NHS نبود. این میزان کسری بودجه دوروبر 1% بودجه سالانه NHS میشد، یعنی سیستم بهداشت سراسری بریتانیا. خب سوال بعدی اینه که 1% کسری بودجه کمه یا زیاده؟ اینا سوالیه که یک کسی که به هر حال بخواد با ذهنیت ریاضی به خبر نگاه کنه طبیعتاً باید مطرح کنه. اگه نخواد بکنه میگه 1 میلیارد تموم شد، ورشکست شدی. در همون سال میانگین کسری بودجه دستگاه‌های دولتی در بریتانیا حدود 2% بود. به عبارت دیگه وقتی NHS 1% کسری بودجه داشت، معنیش این بود که جز موفق‌ترین دستگاه‌های عمومی بریتانیاست به لحاظ عملکرد مالی. آیا این معنیش اینه که خب پس عملکرد دستگاه بهداشتی بریتانیا در اون سال خوب بوده؟ نه. به این خاطر که یک دستگاه یعنی یک سیستم سراسری بهداشتی وظیفش دخل و خرج کردن که نیست. وظیفه اصلیش که دخل و خرج کردن نیست. البته اگر یک سیستم بهداشتی دولتی دخل و خرج نتونه بکنه، یا اینکه به شدت بدهکار باشه، یا اینکه کسری بودجه شدید داشته باشه، حتما خبر بدیه. اما اگر که کسری بودجه کمی داشته باشه یا کسری بودجهشو بتونه کنترل کنه، لزوما خبر خوبی نیست. شما ممکنه برای اینکه بتونید حساباتتون رو تراز کنید از کیفیت خدماتتون کم کنید، به اصطلاح آب ببندید به خدماتتون. بودجه رو تراز کردید ولی معنیش نیست که خدمات خوبی هم دارید ارائه میدید. بنابراین من نمیخوام از این حرف نتیجه بگیرم که سیستم بهداشت بریتانیا خوبه یا بده، یا حداقل در سال 2006 خوب عمل میکرد یا بد عمل میکرده. میخوام بگم اون چیزی که تیتر شده بود در خیلی از روزنامه ها به عنوان یک فاجعه، و اون این بود که دستگاه بهداشتی عمومی بریتانیا داره به سمت ورشکستگی میره، ناشی از این اتفاق ساده بود که تمام روزنامه نگاران یا سردبیرانی که این تیتر رو انتخاب کرده بودن از خودشون نپرسیده بودن که 1 میلیارد کسری بودجه یعنی چی؟ یعنی زیاد؟ یعنی کم؟ یعنی چی؟ مشابه این اتفاق واقعا در خیلی از چیزهایی که یادمون میادم افتاده و میفته. یعنی خیلی وقتایی که در واقع عددهایی بیان میشن و بزرگی اون عدد میشه تیتر، در حالی که ممکنه در یک زمینه خاص در یک کشور خاص دوتا عدد گندهی باشه، ممکنه در یک زمینه یک کشور یک زمان خاص 10 میلیارد عدد کوچیکی باشه. بستگی داره که ما در چه زمینه‌ای داریم صحبت میکنیم. در همون سال 2006 یکی از خبرسازی‌های معروف دیگر در مطبوعات بریتانیا این بوده که در واقع این محاسبه به رسانه‌ها میرسه و به صورت گسترده خبرساز میشه که میزان بدهی بریتانیا رکورد تاریخیش رو شکسته، یعنی به بالاترین حد در تاریخ این کشور رسیده. 1 تریلیون پوند یعنی 100 میلیارد پوند بدهی دولت بریتانیا داشته در اون زمان، و این دوباره طبیعتاً موجی از نگرانی رو ایجاد میکنه و کسانی را میان محاسبه میکنن و میگن که این معنیش یعنی این که هر شهروند بریتانیا 17000 پوند مقروضه، و خب طبیعتاً این اطلاعات باعث نگرانی گسترده میشه.
در کشور خودمونم ما مشابه این داستان رو دیدیم. یعنی شما اگه دیده باشید خیلی وقتا امثال این استدلال، البته حالا کسی که در بریتانیا نگران اینه که کشورش بده هیچ زیاد شده طبیعتا فرق داره با کسی که تو ایران میخواد بگه که مثلا کشورهای غربی در حال ورشکستگی هستند. ولی تو ایران هم این استدلال رو زیاد شنیدید که میگن که خب مثلا این طیف از کشورهای غربی در حال فروپاشی هستند، نمونش اینه که اینقدر بدهی دارند. آیا بدهی زیاد داشتن واسه کشور یعنی اینکه وضعش خرابه؟ ممکنه باشه شما در یک زمانی در دهه 80 مثلا بعضی از اقتصادهای آمریکای جنوبی مثل برزیل، آرژانتین، مکزیک اینا بدهی‌های وحشتناکی داشتن که دورنمای خیلی واضحی هم واسه بازپرداختش نداشتن و واقعا کشورهای در آستانه بحران‌های جدی بودن و خب خیلی وقت هم بحران‌ها سراغشون اومد. اما این استدلال که کلا بدهی زیاد به معنی اینکه یک کشور در حال ورشکستگی است، فروپاشی است، یعنی که وضعیت خیلی نگران کننده است، آیا لزوما درسته؟ خود ماها در زمانی که مثلا 7 سالمون بود چقدر بدهی داشتیم؟ یه بچه 7 ساله الان مثلا چقدر ممکنه بدهی داشته باشه؟ مثلا فوقش 10 دلار ممکنه که از دوستش مثلا گرفته شکلات خریده، یا مثلا یه کسی توی ایران مثلا ممکنه چند هزار تومان مثلا بدهی داره به یه دوستش به یه علت کوچولویی. اما وضعیت اقتصادی اون بچه 7 ساله وضعیت نگران کننده تری هست، یا وضعیت پایین تری هست، یا وضعیت مثلا پدرش که حالا 50 سالشه و یه مبلغ زیادی هم بابت وام مسکن بدهی داره به بانک، آیا وضعیت اقتصادی پدرش پایین تر از اون بچه هست؟ یعنی آیا بدهی زیاد داشتن به معنی اینه که شما لزوما وضعیت اقتصادی بدی دارید؟ نه، بعضی وقتا ممکنه شما بدهی ندارید به این خاطر که گردش مالی ندارید، به این خاطر که کسی به شما وام نمیده، به این خاطر که اصلا پروژه‌ای ندارید که سر اون پروژه بخواید بدهی داشته باشید. در یک همچین شرایطی ممکنه که شما بدهیتون پایین باشه، اما معنیش نیست که وضعیتون خوبه. در یک شرایطی ممکنه بدهی‌های سنگین داشته باشید، بدهی‌های بسیار سنگین داشته باشید، ولی به همون اندازه اعتبار دارید. به عنوان نمونه در مثال خاص بریتانیا، اگرچه در سال 2006 هر بریتانیایی 17000 پوند مقروض بود، یعنی اون نکته‌ای که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود، اما به طور متوسط حدود 100000 پوند هم ثروت داشت. البته اون ثروت معنیش لزوما ثروت شخصی نیستا، ثروت رو جور به هر حال به صورت، یعنی درستی که بدهی زیادی داشت ولی بسیار بیشتر از اون بدهی ثروت داشت و به همین علت وضعیت بریتانیا نسبت به زمانی که بدهی های این کشور خیلی پایین تر بود ولی در مقابلش ثروت اون کشور هم خیلی پایین تر بود بهتر بود و نه اینکه بدتر باشه. در واقع حال محاسبه‌ای که انجام میشه اینه که در سال مثلا 1987 مجموع ثروت خانوارهای بریتانیا 4 برابر مجموع درآمدشون بوده، در حالی که در سال 2005 مجموع ثروت خانوارهای بریتانیایی، یعنی هر خانواده بریتانیا به طور متوسط 6 برابر مجموع درآمدش ثروت داشته. و این یعنی اینکه فارغ از اینکه چقدر کشور بدهی آورده ولی معنیش نیست که وضعیت اقتصادی لزوما وضعیت اقتصادی نامطلوبیه در مقایسه با گذشته. یه مثال دیگه، یه مثالیه که شاید خیلی از ماها شنیده باشیم در مراودات شخصی از افراد، اینی که تلفن‌های همراه سرطان‌زا هستند، امواج تلفن همراه تومور مغزی ایجاد می‌کنند. من حداقل شخصا خودم در مقابل خیلی از کسایی بودم که این هشدار رو به من دادن که آقا مواظب باش زیاد مثلا می‌خوابی تلفن رو بذار کنار این چیزا. اینکه چجوری این داستان ایجاد شده، این ذهنیت ایجاد شده خیلی جالبه. البته ایجادش شیوه تحقیقاتی بوده، یعنی در اینجا رو دیگه من نمیخوام به رسانه ها نسبت بدم، اینجا اصلا یه مؤسسه تحقیقاتی بوده. در سال 2005 یه مؤسسه سوئدی
به نام کارولینسکا یه پژوهشی رو انجام میده بر روی یک جامعه نمونه آماری که اون نشون میده که استفاده طولانی مدت از تلفن‌های همراه میتونه خطر ابتلا به نوعی تومور مغزی رو افزایش بده. خب به هر حال یک مؤسسه معتبر سوئدی بوده، طبیعتاً تحقیقاتش هم جدی گرفته میشه. مثلا توی همون سال هیئت حفاظت رادیولوژیک بریتانیا اعلام میکنه که یک همچین نتایجی به دست اومده و بر اون مبنا تلفن‌های همراه استفاده ازشون در دراز مدت میتونه خطرناک باشه. در نتیجه توصیه اینه که کودکان رو دور نگه داریم ما از تلفن‌های همراه، به این خاطر که اونا آسیب پذیریشون بیشتره. خب این یک نمونه ایه که طبیعتاً مطبوعات هم که خب پوشش میدن دیگه همچین خبری رو. این یک نمونه ایه که نه فقط مطبوعات که حتی مؤسسات مسئول یک سوال مهم رو انگار بی اهمیت میبینن که خب خطر رو افزایش میده، یعنی از چقدر به چقدر افزایش میده. تو متن اون تحقیق سوئدی اینم نکته جالبه که در اون زمان تمام رسانه‌های بریتانیایی که این خبر رو پوشش میدن بین کل رسانه‌های کشور بریتانیا با این همه سابقه قابل احترام روزنامه‌نگاری فقط یک رسانه این سوال رو مطرح میکنه که خب این خطر افزایش پیدا میکنه یعنی از چقدر میشه چقدر، و این رو اطلاع رسانی میکنه مردم. اون یه رسانه هم بی بی سی نیوز آنلاین بوده، یعنی سایت انگلیسی بی بی سی، که اون به خودش این زحمت رو میده که این رو هم به مخاطب اطلاع بده. خب مخاطب به هر حال فقط که نباید نگرانش کرد که ریسک سرطان مغز بیشتر میشه، حق داره بدونه که این خطر در چه حدی است که بخواد تصمیم بگیره اصلا میخواد علارغم این خطر استفاده بکنه از تلفن همراه یا نه. تحقیق اون مؤسسه سوئدی این بود که در واقع استفاده از تلفن‌های همراه میتونه ریسکی که در حالت طبیعی، یعنی خطر ابتلا به اون تومور مغزی رو که 1 در 100 هزار بوده رو 2 برابر کنه، یعنی تبدیل بشه به 2 در 100 هزار. البته تیتر رسانه‌ایش میشه 2 برابر، 1 در 100 هزار شده 2 در 100 هزار، 2 برابر. ولی خب مخاطب شما حق داره بدونه که ما داریم صحبت از تبدیل 1 در 100 هزار به 2 در 100 هزار میکنیم. حالا میل خودتون میتونی تصمیم بگیری که بگی نه همین ریسکم برای من زیاده، من دیگه موبایل استفاده نمیکنم. میتونه بگی که خب آخه این خطر از خیلی از خطرهای دیگه که راجع به جون ما وجود داره پایین تره، مثلا خطر از حمله قلبی دست دادن به ماها از این میتونه خیلی بیشتر باشه در حالت عادی بدون اینکه هیچ کاری کرده باشی. ولی نمیتونیم ما بگیم که خب ما فقط میزان افزایشش رو اطلاع میدیم ولی راجع به مقدار اولیاش توضیح نمیدیم. اما اوج فاجعه این بود که حتی این هم همه داستان نبود. در بخشی از تحقیق اون مؤسسه پژوهشی سوئدی این ذکر شده بود که این پژوهش بر روی نمونه محدودی از یک جامعه آماری نمونه نچندان بزرگ صورت گرفته، در نتیجه نتایجش قابل تعمیم نیست، هنوز این تحقیقات ناقصه. یعنی تحقیقاتی که به صورت گسترده در سوئد انجام شده، در بریتانیا مردم رو ریخته به هم، تحقیقاتی بود که هنوز قطعی نمیشد اون رو تلقی کرد. این تحقیق چه زمان قطعی شد؟ زمانی که در مورد ریسک ایجاد تومور مغزی به خاطر استفاده از تلفن‌های موبایل یه پژوهش جهانی صورت گرفت. پژوهش جهانی که از قضا دیگه توی اون همون مؤسسه سوئدی، یعنی کارولینسکا هم مشارکت داشت. این مؤسسه به اضافه تعداد دیگری از مؤسسات یک پژوهش جهانی رو انجام دادن در مورد ارتباط احتمالی تومور مغزی با استفاده از موبایل. این تحقیق که در ابعاد جهانی انجام شد این دفعه جوابش این بود که هیچ گونه دلیل آماری و عددی در خصوص ارتباط بین استفاده از موبایل و تومور مغزی موجود نیست. به عبارت دیگه همون نتیجه سوئدی هم به این خاطر به دست اومده بوده که در جامعه نمونه آماری این مطالعه انجام شده بود که به اندازه کافی بزرگ نبود. وقتی ابعادش جهانی شد و بزرگ شد همون هم از بین رفت. ولی نه تنها مطبوعات اون خبر رو مخابره کرده بودن و میلیون ها نفر رو نگران کرده بودن، که حتی میبینیم که یک مؤسسه دولتی بزرگ و معتبر
یعنی هیئت حفاظت رادیولوژیک بریتانیا هم همین نتیجه رو با همون وضعیت نگران کننده مردم اعلام کرده بود.